به گرمای خاک مبارز جنوب، به قدرت خلیج همیشه فارس، سفیر فرهنگی از بندرعباس با عطر و بوی دیار شرجی، خواننده، نوازنده، ترانه‌سرا، کوتاه اما ماندگار، کسی که با مردم بود، با دردشون درد میکشید، با شادیشون خوشحال میشد. امروز تولد یک هنرمند، هنرمندی صاحب سبک بدون تقلید، الهام بخش هنرمندانی بسیار، هنرمندی که به خصوصیاتی فراتر از هنرش هم شناخته میشد، هنرمندی که یاد و خاطرش هنوزم که هنوزه زنده است. زاده سرمای زمستون بود، اما بهار هنرش قلب میلیون ها ایرانی رو جابجا کرد. سلام، عرض ادب و خیر مقدم دارم خدمت شما عزیزانی که هرچه داریم از شماست. سلام خدمت همه عزیزان همراه با رسانه موزیکلند، من علی حسین پور هستم و خوشحالیم که باز هم ما رو تماشا میکنید. امروز تولد یکی از پرچمدارای خوانندگی و آهنگسازی در موسیقی پاپ ایرانه. دهم دی ماه 1349 در شهر بندرعباس ناصر عبداللهی به دنیا آمد. از 13 سالگی علاقه‌مند میشه به موسیقی و با صدا و سیما و حوزه هنری و استان هرمزگان فعالیت خودش رو شروع میکنه. اما نقطه عطفش برمیگرده به برنامه صبح بخیر ایران که در استان هرمزگان بوده و دعوت میکنن ازش آهنگ یا فاطمه رو اجرا میکنه و توجهات رو به سمت خودش میکشه. سال 75 به تهران میاد، با کمپانی دارینوش قرارداد میبنده و آلبوم های عشق است و دوستت دارم رو توی سالهای 78 تا 79 منتشر میکنه. البته قبل از این هم کارهای زیادی رو به گویش بندرعباسی اجرا کرده بود، اما انفجارش از اولین آلبوم های رسمیش کلید خورد که توی اون سالا جز بهترین آلبوم های موسیقی کشور بود. ترانه های محمد علی بهمنی، نوازندگی شادمهر عقیلی، تنظیم دکتر چراغعلی و دکلمه های پرویز پرستویی. خلاصه که آهنگ ها حسابی گل میکنن، صدا و سیما هم مرتب کارها رو پخش میکرد، مخصوصا از آلبوم دوستت دارم و اعجوبه ای به نام ناصر عبداللهی معرفی شد. یا فاطمه بنت نبی ای همدل و میدونم همه دلم اسیره، عشق تو مثل کمیره دم تشنگی می تو میای میای به دادم میرسی، تو میای که گریه خوابم نکنه، ای دل دگه گولم مزن مبشت گولت نام ستاره بود غزل بهونه یه تمومشون مهر علی و زهراست، ترانه ها ازم نخوا با تو بمونم، تو گیچه ی از من نه جالبه بدینی که ناصر عبداللهی نمیخواست خواننده بشه و مثل خیلی های دیگه اتفاقی به این مسیر ورود میکنه. داستان از این قرار بوده که یه ملودی برای برادرش میسازه و وقتی واسش اجرا میکنه برادرش میگه این کارو خودت باید بخونی و من نمیتونم مثل تو اجراش کنم. از اونجا بود که ناصر عبداللهی خوانندگی رو شروع میکنه و برادرش کنار میکشه. توی آلبوم رسمی اول و دومش دوست دارم و عشق است صدای پرویز پرستویی رو میشنویم که شعرهای محمد علی بهمنی و مشتبه معظمی رو دکلمه میکرد که اهمیت زیاد ناصر عبداللهی رو نسبت به شعر و ترانه نشون میداد. و اون دوره روی کاست دوست دارم یادم نوشته شده بود بهترین هدیه برای کسی که خیلی دوستش دارید و همین باعث شده بود کاست دوست دارم به فروش خیلی بالایی برسه و هر کس توی اون دوره میرفت نوار فروشی ها این کاست رو 4-5 تا میخرید و به دوستاش هدیه میداد که همین هم باعث همگیر شدن اون آلبوم شد و انفجار آهنگ ناصریا. این شفق است یا فلق مغرب و مشرقم، تو از آنی که هستی ای معما، رفتی و دل من شب دل با پسی شد، تو بخت تلخ غربت در دیگران می جوییم، اما بدون پشت این پنجره ها وقتی با از خانه بیرون می زنم، اما خاطره منظره هم نه پنجره، من یه همه تازه هم
ناصر عبداللهی خواننده، آهنگساز، نوازنده، تنظیم کننده و ترانه‌سرا بود و بسیار هوش بالایی داشت در انتخاب آثارش. بعد از انتشار دو آلبوم اولش با کمپانی دارینوش به یه سری اختلافات می‌خورن و یه آلبوم خیلی شخصی رو به اسم بوی شرجی منتشر کرد که بیشتر دل هوادارهای جنوبی خودش رو به دست آورد، اما خیلی مؤثر بود در انتقال فرهنگ جنوب به سایر کشور. اخلاق خوبش، مردمداریش، نترس بودنش در بیان حرف حق چه در مورد موسیقی و چه درباره اتفاقاتی که در جامعه میافتاد ازش یک هنرمند قابل استناد ساخت. ناصر عبداللهی توجه خیلی ویژه‌ای هم به قشر محروم داشت. مثلا اگر ما میشنویم آهنگی به اسم کودک خیابانی توی آلبوم هوای هوا منتشر میکنه، فقط شعار نیست. دوستاش تعریف میکردن توی جاده خاوران خانواده‌ای بودن که طرفدار ناصر عبداللهی بودن. وقتی متوجه میشه یک شب میره پیششون، واسه شون ساز میزنه و میخونه و با بچه‌ها بازی میکنه، انقدر خودمونی و خاکی که اون خانواده احساس فقر نکنن. و این یکی از رسالت‌های یک هنرمند واقعیه. دوستاش میگن خیلی هم به خانواده‌اش علاقه داشت و خانواده دوست بوده. البته چون که خانواده همسرش سنی بودن، میگن اختلافاتی با ناصر پیدا میکنن به خاطر اجرای قطعه یا فاطمه که یک بار هم دایی‌های همسرش سر این موضوع باهاش جر و بحث میکنن و نتیجهش میشه ضرب و شتم شدید ناصر عبداللهی که متاسفانه یک روز بعد به کما و چند روز بعدش هم فوت میکنه. و اگر این اتفاق نمی افتاد قطعا امروز یک مرجع قابل استناد در موسیقی داشتیم. همیشه درست یا غلط بحث اختلاف بین شیعه و سنی وجود داره متاسفانه، اما ناصر عبداللهی قربانی همین اختلافات شد. ولی باز با این حال به شدت خانوادهش رو دوست داشت و بهشون اهمیت میداد. تقدیم میکنم به همسر گلم، قربون تمام اون همسرایی که هنرمند میپرورند. در عمر کوتاه هنری ناصر عبداللهی انقدر تاثیرات مثبت وجود داره که میتونیم اسمش رو در کنار نامهای بزرگ و ماندگار موسیقی پاپ ایران قرار بدیم. اونقدری که بعد از فوتش دو آلبوم به اسم ماندگار و رخصت منتشر شد که هر دو آلبوم وکالهای نهایی و دقیق ناصر عبداللهی نبودن، اما به قدری خوب اجرا کرده بود که هیچ اهل فنی دست به گله و شکایت نزد و کارها کماکان هم شنیدنی هست. آلبوم رخصت رو توی استودیوی آوای ماندگار پارس ضبط می کردن که به مدیریت رامیار شیخلاری بود و رامیار شیخلاری می گفت کارها رو برای تمرین می اومد و در حد 10 دقیقه 20 دقیقه اجرا می کرد و می رفت و آلبوم رخصت که ما می شنویم حاصل همین 10 20 دقیقه های تمرینی ناصر عبداللهیه. زلف رها در بادتون خرداد بسته ایمان ما نخموش شاعر دریا از زبان به برمی میره دل من یه روز به دریا زد و رفت پشت پا به رسم دنیا عاشق بودم به نگاه که توم دی نگاه توم که عاشقت بودم. ناصر عبداللهی مورد تحسین خیلی از بزرگای موسیقی ایرانه و تأثیراتش در خوانندگی رو امروزه توی صدای خیلی از خواننده های نسل جدید میشدید. متاسفانه 29 آذر ماه سال 85، 24 روز بعد از فوت استاد بابک بیات، ناصر عبداللهی رو هم از دست دادیم. نامش که همیشه زنده است، امیدواریم که روحش هم شاد باشه. سپاس که تا این لحظه ما رو همراهی کردید. اگر این ویدیو رو دوست داشتید با دوستانتون هم به اشتراک بذارید. کانال یوتیوب رسانه موزیکلند رو سابسکرایب کنید، دکمه زنگوله رو بزنید تا به آرشیو همه ویدیوهای ما دسترسی داشته باشید. سلامتی و آبرومندی رو واسه تون آرزو میکنم. تا یه قسمت دیگه از موزیکلند، خدا نگهدار.